گزارش تجمیع از بین بردن برنج آلوده ظرف 3 ماه گذشت. خیلی بیشتر از اون مقداریه که فکر میکردم. اینکه این همه برنج آلوده از بنادر رسمی کشور ترخیص شدن عجیبه. مدار قانونی گذروندن، ولی بعد این همه مدت و تشکیل چند تا پرونده معلوم نیست بالاخره سرخط ماجرا کجاست. یعنی هر که توی عروسی بوده و لوی زده به یه غذا افقی بوده، یعنی اوضای مملکت یه طوری بوده که به خوردن غذا هم باید پیش مرگ بیبی. مثل ناصرالدین شو ما شانس موا بگاچه یک مور تنگ یه رو تنگ دستشوی و طوری کشتی دیر رسیدن، وگرنه ما هم وسط بدبخت بیچارو باید رو تنگ ارشانس. حالا معلوم نه مرغی آشغاله گوشتی آشغاله نادون چه مرگشه و چه بوده معلوم نه. میه فیلم اگه رو میشه به کهوی جهانی تا بدونه دجا چه خبره. این 4-5 ساعت پیش وایرال شده، از دادستانی شیراز برام فرستادن. اینم نامه ضابط قضاییه به نیابت از تهران فرستادن بندر عباس. سرنخ یکی از محمولهای برنج مصموم هندی رو که گرفتن رسیدن به شخصی به نام ایمان خوشرزم. خوشرزم؟ این پسر این دکتر خوشرزم سفیر نیست؟ حکم جلب صادر شده؟ نه، هنوز سند و مدرکی به اسمش نیست، به اسم کسیه که اونم گم و گوره. چون آقای سفیر باباشه دست بهش نزدن، کلی آدم مسموم شدن، اصلا معلوم نیست مرگ و میری باشه یا نه. حاجی این قضیه باید زود جمع بشه. گفتم هنوز سند و مدرکی به اسمش نیست، ولی بالاخره پیدا میشه. تا الان هرچی هست حدس و گمان. یعنی من اگه تحقیقاتو کامل بکنم مشخص بشه ایشون متهمه، معذوریتی نداریم برای بازداشتش؟ چه معذوریتی؟ قاطر وای میسیم منم کنارتم، ضابطم تو تهران دنبال دلایل محکمه پسند. حاجی بینی و بین الله، اگه باباش کله گنده نبود با همین سرنخی که پیدا کردن ابا میکردن از صدور و حکم جلب. دلایل و مدارکو کامل کن، حکم جلبو بده. کارا چطور پیش میره؟ تو 6 تا از کشتیایی که برنج هم میکردن مأمور گذاشتم، منتظر نتیجه. توی گزارش تهران نوشته که همه مأمورهای برنج مسموم که تا حالا کشف شدن توی کشتی ترخیص شدن، یعنی هیچ کدوم مراحل بازرسی و ترخیص رو تو بنادر و اسکله ها نگذروندن. حالا بالاخره تا موقعی که گزارش 6 تا مأمورمون از کشتی ها برسه باید صبر کنیم دیگه.